با شما ایزان همچنان هستیم در برنامه صبح زندگی و طوری که پیشترم بر شما عزیزان گفتم حفیظ جان امیری همراه ما می باشن که همین لحظه هم رسیدن و همچنان می خواهیم که خبرهای داغ از دنیای ورزش تقدیم ما و شما ایزان کنن من پر حرفی نمی کنم میریم و خبرهای داغ از دنیای ورزش از حفیظ میشنیم حفیظ سلام صحبت بخیر روی جان سلام برای خودت صحبت بخیر سلامت باشید امروز تنها هستی دیگه چطور بود برنامه تا بله در بر... ب... برنامه تنهاستم و امروز واقعا رستم نبود نبودنش خیلی معلوم میکرد و خودم هم امروز قدر میده درد بودم که نگونه نمیفهمیدم رستم هم نمیایه کمی اگر کمی کسری بود دیگه هموطنان عیز ما با بزرگواری خودشان ببخشن مشکل اصلا نبود برنامه خیلی خوب بود تا به حال خب <applause> از خاطر اینکه آدم کمی مثلا این ساعتش خوب نباشه فکر میکنه که خیلی مشکلاتش مثلا زیاد میشه یا خیلی مشکل شاد داشته باشه اما من کوشش کردم که برنامه رو بتونم خیلی خوب و زیبا تقدیم بیندا کنم و خدا کنه تا این لحظه برشون خوبم سپری شده باشه خب در ورزش چه خبرایی است حفیظ بله خیلی خوب سپری شده بار که سلام صبح بخیر داشته باشم بله هم سلام صبح بخیر دارم برای تمامی اعضای کامل از برنامه صبح زندگی هستند داخل افغانستان بیرون از افغانستان ان که اگر در اونجا ساعت فرق میکنن نسبت به افغانستان صبح است یا شب است یعنی هر لحظه برشان به خوشی بگذره و سپری شوه این روزهایی که بیشتر قرنطینه است در خانه هستین کوشش بکنین که با وجه اسنش به با با او کارای بپردازین که میتونه خیلی تاثیر مثبت بگذاره در زندگی شما ورزش بکنین و بعضی کارهایی که قبلا البته پیش از ای که ویروس و کرونا دامنگیر تمام مردم دنیا شوه بعض پلان هایی که داشتین این می یک فرصت خیلی خوب هست ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم بر از که بتونیم به شکل خوبترش زندگی بکنیم ناراحت نشین فقط من همیشه میگم خوش باشین از زندگی لذت ببرین برنامه خوب داشته باشین بله دقیقاً خب افغانم سر صداش برام که حفیظ بگه قیدار گب خبر رو بگوی که گزارش من بگه نمانه خب امو حرف هفته قبل حرف هفته قبل که داشتم رویا جان در رابطه به که بعضی از هموطنای ما میگفتن که خبرهای ورزشی اما من هایت کوشش میکنیم که تا اونو خبرایی که در از یک هفته از آغاز هفته تا پایان هفته هست بر شما تقدیم بکنم یگانه مشکلی که دامنگیر همه هست در دنیا شوی ویروس کرونا هست که مشکلات زیاد را خلق کرده دخلی. اولین خبر در رابطه به میل پوشان تکواندوی افغانستان هست که این روزها به تمریناتشان پرداختن اما تحت نظر مربیشان بیشتر به تمرینات خود می برای که بتانن آمادگی های خوب داشته باشن البته برای رقابت های بیرون مرزی ای آمادگی ها هست شما تصاویرش همچنان میبینین طبق برنامه که سوی مربیشان برشان در نظر گرفته میشه اینا به تمرین خود میپردازن گپ مهمتر از همه ای که زیر تدابیر شدید صحی چون ما هر کار را که این روزها انجام میتیم باید که امو تدابیر شدید صحی و نکات را که از طرف وزارت صحت افغانستان اعلام شده ما باید اون نکات را کاملا مد نظر بگیریم تا اینکه مشکل بر ما خلق نشه خب این تکواندو کاران کشور ما از فدراسیون ملی تکواندو برای حضور در بازی های المپیک 2020 ژاپن البته برگزیده شده بودن که شما تصویرهایشان را دیدین پمروزه شرایط خاص تمرین میکنن خیلی خوب هست خب امو موضوع هست که مثلا از قبل هم کردم که مانع شده برای که برای حضور پیدا بکنند برای مسابقات 2020 المپیک بیرون از افغانستان خب به هر صورتش عرفایی بود در رابطه با میلی پوشان تکواندوی افغانستان که شما هم شاهدش بودین خبرهای دیگه هم هست البته این روزها بیشتر کسایی که بعضی مثل که ما یک سگمنت داریم در برنامه صبح سندگی در قسمت ورزش هست که نبیل جان حرکات خیلی خوب را بر شما انجام میتا تایی که شما از او یاد بگیرین و در خانه تمرین بکنین خب خبر بعدی در رابطه به با یک بانوی خیلی قهرمان هست که بیرون از افغانستان زندگی میکنه این بانو برای نخستین بار یعنی یگانه بانوی هست که از طریق ویدیوهایی که آماده می سازه حرکات ورزشی را انجام میده در خانه و باز او را به یوتیوب اپلود میکنه که بتانند بیشتر بانوان استفاده خوب بکنن شمیلا کوهستانی نخستین بانی افغان است که با گذاشتن ویدیوها از تمرین ورزشی خودش در یوتیوب شهروندار کشور بخصوص بانوان را تشویق میکنه تا اینکه ورزش بکنن او گفته که قبل از اینکه ویروس کرونا همچنان در جهان شیوع پیدا کنند برای دست از که با های ورزشی دسترسی نداشتن این کارو کرده بود خب تا از این طریق بتانه یک خدمت خیلی خوب برای بانوان و بخصوص برای مردم خود بکنه خب یک موضوع دیگه هم هست که بانو کوهستانی تجربه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال بانوان همچنان در سالهای 2006 تا 2008 در کارنامه خود داشته مدت ده سال میشه که در آمریکا برشته فتنس میپردازه خب ای بانو واقعا که اولین بانو هست نخستین بانوی هست که این کار کرده افغانی هست افغانی خود ما که بیرون از افغانستان زندگی میکنه در افغانستان هم در, در چهار ولایت افغانستان 24 باشگاه فتنس است که همه اینا به دلیل شوی ویروس کرونا از طرف اداره فدراسیون ورزش افغانستان اینا همش متوقف شدند تا ای که به خیر امی موضوع قرنطین و ای ویروس کرونا از بین برد تا که دوباره به خیر بتانیم که در تمامی بخشا در دنیا مردم بتانه به شکل خوبش به اون زندگی خود بپردازه بله دقیقا واقعا خبرای خیلی مهمی بود که هفتیز جان همراه ما شریک ساختید از دنیای ورزش و در رابطه با این خانم افغان که بیرون از کشور هستن و در روزهای قرنطینه میخوان اکثر از بانوان هم ورزشای خاصی را در خانه انجام بدن خیلی راحتتر و بهتر که اکثر کسا واقعا در اواخر نمیتونن برن بیرون از خانه بخصوص خانمایی که ورزشکار هستن و ورزش دوست هستن و بتونن از حرکات ورزشی که خانم افغان آموز آموزش بخصوص در سایت ها و در صفاتش اجتماعی دیده میشه اون راحت تر بتونن ورزش ها رو در خانه داشته بله میشن. خب روی جان یک موضوع دیگه هست شاید بعضی اوقات میگن که همین حرکات و ورزشی یک بانوان انجام میده یک رقم به نظر یا بعضی از بعضی از بانوها ناشنا هست یک رقم برایشان تعجب میکنن بله. اینکه این چگونه یک حرکت است ولی <تصفح> <بلد. تصفح> بانو یا آقا یردو یک انسان است ورزش به ورزش نیاز دارن برای که بتونن عمر بیشتر داشته باشند صحتشان خوب باشه تا بتونن زندگی خوب داشته باشن حالا اگر ورزش نکنیم ممکن بیایم یک ما ورزش نکنیم ببینیم که اندام ما تبن یک یک شکل دیگه رفت خود میگیره ناراحت میشیم اما حتی امی فیس امه. ما یا روی ما بعض چین و پیدا میکنه اما شفافیت و تازگی خود را از دست میده پس ورزش بکنید تا اینکه من بمانید در هر شرایط میشه ورزش کرد دکیت. حتی در یک اتاق که خیلی کونه زیر یک صفحه با خودتان بله, بله. سلامت باشی حفیظ جان وقت خوش برات میخوایم بخ... سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید